خانم ثابتی بفهمید که توصیه‌تون در مورد تغذیه برای کودکان و نوجوانان چگونه هست و چه چیز رو بیشتر مد نظر میگیرید؟ بله، شما خیلی مسئله خوبی رو بهش اشاره کردین در مورد کودکان و به من یادآوری کردید. من همین خواستم استدعا بکنم از پدر مادران عزیز که این خواب به خصوص با کالچر ما که بچه ها تا دیر وقت بیدار خواهند بود و البته باید یک حد وسطی باشه، نه اینکه خیلی بچه ها دیر بخوابن، نه اینکه خیلی زود بخوابن، ولی این رو بهش کاملا توجه داشته باشن. یکی از دلایلی که این رو عرض میکنن این هستش که موقع شب در 3 ساعت اولی که ما میخوابیم، همطور که شما اطلاع دارید از این سایکل یا از این دوری که هست، در 3 ساعت اول بدن شروع میکنه بدن ترمیم کردن و اگر چیز خرابه درست میکنه. بعد از یک مدت همینجور که این هورمون استرس در بدن میره پایین، هورمون کورتیزول بهش میگن میره پایین، هورمونای دیگه مثل سروتونین و گروث هورمون یعنی هورمون رشد، این شروع میکنه ترشح کردن در بدن. برای بچه ها، برای رشدشون، برای تکاملشون این واقعا چیز مهمی است و اگر این برنامه به هم بخوره و هورمون رشد ترشح نشه، نه تنها رشد که نمی کنن، تکامل ذهنی، تکامل دسته های مختلف بدن انجام نمیشه. این گروت هورمون در کودکان باعث رشدشون میشه، باعث تکامل اعضای بدن میشه، در افراد بالغ باعث ترمیم بدن میشه. مثلا شما هر سرمی که بدنتون در مدت روز تحمل کرده، حتی استرس داشتید، دستگاه گوارشتون باید تمام این سلها عوض بشه و سلهای جدید به وجود بیاد، اینا همه متاسفانه ترمیم نخواهد شد، یعنی یه کار نصف کاره میمونه و وقت فکر میکنید که خب چرا وقتی که تو روز بلند میشم انرژی ندارم. و من خواستم اشاره بکنم که در مدت روز تغذیه ما به خوابمون تاثیر میذاره. همونجور که گفتم یه مقدار دست خود ماست، ما میتونیم خوابمون رو تنظیم بکنیم که به موقع بخوابیم، سعی بکنیم که ریلکس باشیم، استرس نداشته باشیم موقع قبل از خواب. یه مقدار غذایی که در مدت روز میخوریم این تاثیر داره. یک مسئله مهمی که در مقالات مختلف علمی بهش اشاره شده قند خون هست که این قند خون باید از این که خیلی به حدی بره بالا و بیاد پایین ما ازش بپرهیزیم. بدن انسان یک کنترل شدیدی روی قند خون داره، برای اینکه خیلی مهم هست این مسئله. حالا اگر که ما تو مدت روز قند خونمون خیلی یهو بره بالا، برای اینکه مواد قندی زیاد میخوریم، استرس داریم یا مسائل مختلف داریم، به همین شدت قند خون ناگهانی و وحشتناک میاد پایین و این باعث میشه که این یک جنبشی خیلی بالا و پایین داشته باشه و این سایکل یا این دور شب روی بدن ما تاثیر خواهد داشت، به طوری که شب موقعی که این هورمون استرس که باید یواش یواش بیاد پایین نمیاد پایین. برای همین ما به خاطر تغذیه غلط و به خاطر اینکه قند خونمون بالاست این کورتیزول نیومده پایین و ما شب که میخوابیم این هورمون استرس در بدنمون بالاست. این هورمون استرس چیکار میکنه؟ باعث میشه که بدن ما اجازه نمیده هورمونی که باید ترشح بشه مثل سرتونین که ما رو ریلکس میکنه، باعث خوشحالیه، همونطور که شما خودتون اطلاع دارین، مطمئنم بیشتر از من میتونید به شنوندگان عزیز بگید، از اینکه هورمون سرتونین ترشح نشه باعث افسردگی میشه، باعث ایریتیشن و عصبی بودن خواهد شد. این هورمون وقتی که ترشح نشه بعدن هورمون های دیگه مثل ملاتونین که فقط در شب این ترشح میشه، اینها هم به وجود نخواهد اومد و بدن ما این قدرتی که خودش رو ترمیم میکنه، سلولای مغزی ما، دستگاه گوارش هم روی که اشاره کردم، تمام رگ و بلد پسوز و تمام چیزی که مربوط به قلب میشه، اینا هیچ کدوم ترمیم نخواهد شد.
برای همین میتونید ببینید که چه مشکل بزرگی به وجود میاد. من فقط چون میخوام یه اشاره بکنم نشون بدم که چقدر اینا همه به هم مربوطه. سلولای بعضی قسمت بدن مثل پوست و سلولای دستگاه گوارش خیلی زود عوض میشه و بعد خیلی به حالت خیلی شدیدی دورش هستش که به وجود میاد. شما فکر بکنید که اگر دستگاه گوارشتون که واقعا اساس همه چیز هست این ترمیم درش ایجاد نشه، خب اون دستگاه گوارش درست کار نمی کنه. شما هر چقدر تو روز بلنشید بهترین غذاها رو بخورید، سلامتترین غذاهای ارگانیک رو بخورید، وقتی که اون دستگاه گوارش آمادگی و پذیرش این غذا رو نداشته باشه، در اینکه ترمیم نشده، دوباره سلول ها تولید نشده، اون غذای خوب به هدر میره و در حقیقت جذب بدن نمیشه و دیگه ببینید چه مشکلاتی به وجود میاد. به اضافه همه اینها ما مشکل این رو داریم که میدونیم که درصد زیادی از مردم غذاشون مواد ویتامین و مینرال که باید بخورن رو نمیخورن، برای اینکه تغذیهشون خوب نیست. به اضافه اون ما میبینیم که در غذاهای ما یا سبزیجات به علت کشاورزی، متد غلط کشاورزی، خیلی از موادی که باید بخوریم مثلا مثل مگنیزیم به اندازه کافی وجود نداره. برای همین شما تمام این مشکلات رو به هم اضافه بکنید و ببینید که ما چقدر غذامون کمبود داره و فقط یک ماده که کم باشه تمام مسائل دیگر رو تاثیر خواهد گذاشت. و برای همین خیلی مهم هستش که خیلی چیزها رو ما نمیتونیم کنترل بکنیم. البته کشاورزی الان به یه حدی که ما نمیتونیم، فقط باید آگاه باشیم با ساپلمنت و مواد دیگه از طریق درست مراجعه به منابع مطلع ببینیم که بدنمون چه کمبودهایی داره. ولی در هر حال وقتی که خواب درست باشه، این یک مشکل از این مراحلی که من خدمتون عرض کردم باعث بهبود هستش و باعث میشه که ما لااقل اون قدرت رو داشته باشیم که بتونیم مقابله بکنیم با مسائل دیگه که پیش میاد. بی نهایت سپاسگزارم. خانم پدیده ثابتی، عرض کنم که متخصص تغذیه، فارغ التحصیل و دارای فوق لیسانس از دانشگاه شفیلد انگلستان هستند و تحقیقاتشون رو در دانشگاه و بر روی تغذیه، عرض کنم که تغذیه و اثرش بر روی بیماری های مختلف و امراض مختلف در دانشگاه آکسفورد بروکس انگلستان انجام دادن و دارای کلینیک شخصی خودشون هستند. از اینکه توضیحات بسیار جامع و کاملی رو در اختیار ما و بینندگان گذاشتید سپاسگزارم.